درود به شما شنوندگان عزیز شما شنونده رادیوی جهانی پارس هستید در این قسمت برنامه پیغام روز پخش خواهد شد خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید کلام امروز جلال در برنامه امروز شبان دوک شرودر با ما درباره جلال خدا صحبت کنیم. به برنامه امروز با هم گوش میکنیم من از تماشای طبیعت خیلی لذت برم. از بودن در محوطه بیرون از شهر عکسایی که با تلسکوپ های فضایی از طبیعت گرفته شده برای من باور نکردنی و جذاب هستند. یکی از دلایلی که من اینو دوست دارم اینه که هوش و ذکاوت سرشار و محسوس خدا رو و جلال او رو نشون میده. حکمت او بسیار فراتر از حکمت ماست و هنر او فوقلاده است. وقتی او جهان رو خلق میکرده از این هنر بهره گرفته. در مزمور 19 میگه آسمان ها جلال خدا را بیان می کنند و فلک صنعت دست او را نشان می دهد. روزها معرفت خدا را اعلام می کنند و شبها حکمت او را. نه سخنی شنیده می شود و نه کلامی با وجود این پیامشان به سراسر زمین می رسد و ندای ایشان به سر تا سر جهان. من وقتی در کهکشان خودمون به راه شیری نگاه می‌کنم و یا عکسایی رو که از وسعت جهان گرفته شده می بینم، یکی از اولین چیزهایی که به ذهنم میاد شکو و جلال خدا هست من به قدرت و اقتدار فوق تصور خدا فکر می کنم در حالی که دانشمندان اعماق دنیای ما رو می هر روز به ساختاری جدید از آن پی میبرند. این همیشه برای من جذاب بوده چون که خدا همه چی رو در هم و بر هم خلق نکرده خدا چیز بنجول خلق نکرده او از کنار هم قرار دادن سیارات و کهکشانها هدف و منظوری داره و با نظمی انجام داده به تدریج بی انسان شروع کرده به درک اینکه چنین نظمی وجود داره یکی از راه هایی که افراد بی ایمان رو به این درک میرسونه آگاهی از اینه که خدا به مخلوقاتی که خلق کرده مسلطه و به اون نگاه میکنه این حیرت انگیزیه همین چیز در مورد کلام خدا هم صدق می کنه اون هم چیز مهیبیه. کلام خدا و طبیعت دو راه متفاوت برای شناخت خدا هستند. یکی فقط شناخت خدا از فاصله دور هست که به این وسیله نمیشه واقعا قلب و فکر او رو شناخت. به این ترتیب فقط میشه قابلیت و عظمت و شن او رو شناخت. اما روش دیگه نگاه به کلام خداست که این نیز روش حیرت تنگیزیه وقتی در ابتدا با نگاه به طبیعت شروع کردیم من میخواستم این رو ملاحظه کنیم که چطور میتونیم قلب و فکری داشته باشیم که به خدا وقف شده باشه این همون کاریه که مزمور 19 انجام داده در واقع بسیاری از مزامیر در کتاب مقدس پیش از اون که زمانی رو به پرستش و پرداختن به موضوع اصلی بدن با نگاه به طبیعت و مخلوقات خدا قدرت و زیبایی خلقتی رو که او ساخته توصیف می کنند و با درک قدرت خداوند به پرستش جلال او میپردازند این نقطه شروع بزرگی برای دیدگاه شماست. برای هدایت شدن در زندگی، برای بنای خودتون به عنوان فردی متفکر با اقرار به خداوند به عنوان خالق ما و خالق این جهان حیرت انگیز شروع کنید. او به شما زیر بنای مستحکمی میده که بر اساس اون میتونید فکر کنید و تصمیمات زندگیتون رو بگیرید. این راه موثری برای گرفتن تصمیمات اخلاقی در زندگی هست. چون که خدایی وجود داره که شما در مقابلش مسئول و پاسخگو هستید. بنابراین کتاب مقدس به ما تعلیم میده که به طبیعت نگاه کنیم. اون مثل بیلبردی قولپیکره. طبیعت ما رو به درک حضور خدا فرا میخونه این نشانه ایه که ما با اون متوجه میشیم که این دنیا طراحی داره کسی که ما رو دوست داره کسی که ما رو خلق کرده و نمیخواد ببینه ما میمیریم یا پج مرده میشیم او برای ما منجی و بازخرید کننده تدارک دید به این دلیل که بسیار مهمه که شما فقط نباید به طبیعت متمرکز بشید تنها به دنیای حیرت انگیزی که او ساخته نگاه نکنید بلکه به کلام حیرت انگیز او نیز نگاه کنید که توسط اون با ما صحبت کرده و در مورد منجی ما عیسی با ما حرف زده ما میتونیم در هر دوی این زمینه ها حکیمانه رشد کنیم در دنیای مادی که پیش روی ما قرار داده و همینطور در قلم روی روحانی اونجا که از حکمت و از نجاتش در عیسی صحبت میکنه در مزمور 19 شرحی از شکوه خورشید رو به ما میده که بر زمین میتابه و اون رو گرم میکنه و زندگی رو بر روی زمین با نور و گرمای خودش جاری میکنه مکانی برای آفتاب در آسمان بنا نموده است و آن مانند دامادی از هجله خود بیرون میآید و چون قهرمانی که با شادی برای دویدن به میدان میرود از یک طرف آسمان شروع میکند و به سوی دیگر آن میشتابد و هیچ چیز از حرارتش در امان نیست من از کسب اطلاعات در مورد کائنات لذت میبرم. من واقعا از تحقیقات علمی برای دیدن حکمت و عظمت خدا در جهان لذت میبرم. من جنبه های جذابی در مورد خورشید دیدم. نزدیکترین ستاره به ما که در مدار است. بعضی از اونها بسیار خارق مثلا خورشید درون آتش هست. حالا البته این کاملا مشخصه اما نوع آتشی که در خورشید هست مثل آتشهایی نیست که اینجا روی زمین داریم. آتش های روی زمین به سوخت نیاز دارند. معنیش اینه که اون باید اکسیژن داشته باشه. اما خورشید طی دوره‌ای که به اون ذوب هسته‌ای میگن هیدروژن میسوزونه. این کاملا آتشی متفاوته. توجه به این که این اشتعال چگونه آغاز شده بسیار حیرت انگیزه. دانشمندان واقعا جوابی برای این چیزها ندارن. اونا عقاید و نظراتی دارند. اما این فکر که خداوند چطور خورشید رو با آتشی مداوم در مدار قرار داده چیزی باور نکردنیه با استفاده از سوخت دائمی که طی دوره خاصی گرما و نور مورد نیاز این سیاره رو فراهم کرده که زندگی رو بر روی آن امکان پذیر سازد این فکری حیرت انگیز و خارق است خورشید بافتی داره اون سه یا چهار لایه داره لایه هست که به اون فوتوسفور میگن که لایه بیرونیه و ما میتونیم اون رو با چشم ببینیم اما در درون دانشمندان دریافتند که هسته ای وجود داره منطقه روشنایی و منطقه جابجایی جایی که گرما از اونجا بیرون میاد خورشید عملا به روش خاصی ساخته شده تا وظیفه خودش رو انجام بده اون فقط یک گوی گازی مشتعل نیست فقط 8 دقیقه طول میکشه که نور خورشید در فاصله 93 میلیون میلی به زمین برسه. آیا این باور کردنی نیست که نور با چه سرعتی حرکت میکنه و چطور خورشید در فاصله مناسبی از زمین قرار گرفته تا اینکه زمین نه خیلی گرم بشه و نه خیلی سرد؟ ما در موقعیتی قرار گرفتیم که فاصله مناسبی از خورشید داریم تا اینکه زندگی بتونه روی زمین جریان داشته باشه. چیز جالب دیگه ای هست که خورشید 99 ممیز 8 دهم درصد از منظومه خورشیدی رو شامل میشه. عمده موادی که در منظومه شمسی هستند در خورشید قرار دارن. این چیزی ماور و طبیعه است. هرگاه من همه این چیزها رو می بینم فکر می کنم خدا چقدر قدرتمند و عظیمه. این فقط لیست کوچکی از ستارگان هست که در یکی از کهکشانهای جهانی که خدا خلق کرده وجود داره. هر روز که میگذره ما چیزهای باور نکردنی جدیدی در مورد محیطی که در اون زندگی میکنیم کشف میکنیم. حالا این دنیای مادیه اما در دنیای خدا ما متوجه میشیم که چیزهای روحانی حیرت انگیزی وجود دارند چون در مزمور 19 میگه شریعت خداوند کامل است و جان را تازه میکند اوامر خداوند قابل اطمینان است و ساده دلان را حکمت میبخشد دستورات خداوند درست است و دل را شاد می کند. اون ادامه پیدا می کنه و بالاخره کلام خدا رو به شیرینی اصل تشبیه می کنه. ببینید اگر خودتون رو وقف کلام خدا بکنید اون می تونه ذهن شما رو تازه کنه. او می تونه روح شما رو تازه کنه و به شما امید و اطمینان بده. نه فقط به خاطر اینکه از نگاه کردن به دنیای مادی هیجان و لذت کسب می کنید. بلکه به خاطر آگاهی از نجات ارزشمندی که توسط عیسی مسیح دارید. در آیه 11 خلاصه جالبی هست که میگه آنها یعنی کلام خدا بنده تو را هوشیار میسازد و پیروی از آنها پاداش بسیاری دارد. خب کلام خدا میخواد که ما را از تمامی دشمنان جانمان آگاه کنه. شیطان، مرگ، وسوسه و دنیا پرستی. ما باید در برابر این چیزها آماده دفاع باشیم چون اونا میتونن ما رو نابود کنن ما بدون هشدار کلام خدا نمیتونیم از این چیزها آگاهی پیدا کنیم در حفظ کلام خدا پاداش عظیمی هست خب پاداش دانستن کلام خدا اینه که خدا ما رو دوست داره چون ما رو توسط عیسی مسیح نجات داده و در نهایت ما دلیلی برای ترس نداریم حتی خود مرگ نیز نمیتونه ما رو بترسونه تعجبی نداره که نگاه به طبیعت شروع حیرت انگیزی برای پرورش قلب و ذهنی پاکه. با رفتن به دنیا و دادن عزت و جلال به خدا و احترام کردن به او و بعد وارد شدن به کلام او و درک و جذب حکمت او تا اینکه روح و ذهن و جانمون تازه بشه. اگر ما این دو عرصه رو به کار بگیریم دنیای حیرت انگیز و کلام جذاب خدا ذهنهایی تیز و افکاری شکر گذار خواهیم داشت. حکمت خدا رو درک خواهیم کرد تا بتونیم زندگی خودمون رو با هدف و منظوری سپری کنیم تا بتونیم با جذابیت ها و زیبایی های خلقت او پر بشیم این روش مهیبیه که قلب و ذهنمون رو بر چیزهای نیکو متمرکز کنیم چیزهایی که موجب خوشنودی خدا میشن قلب و ذهنتون رو با شگفتی های دنیا و با شگفتی های کلام خدا پر کنیم که آگاهی مسیح رو در حیات ابدی به ما ارمغان میاره امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031 638 98 98 98, 98 تکرار می کنم 2031 638 98 9898 با همین طور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianboardradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.